نشست علمی روزانه آیت الله صادق حسین شیرازی روز چهارشنبه 27 ذیقعده سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی با اشاره به حدیث مشهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و که حسن و حسین هر دو امام هستند چه قیام کنند و چه بنشینند و از قیام صرف نظر کنند فرمودند این حدیث بر امامت امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما با وجود تفاوت در عملکرد ظاهری تصحیح می کند. در این حدیث قیام را با تعبیر ایستادن به نبرد امام حسین برای مقابله با ظلم و اقامه حق و قعود نشستن را به آتش بس امام حسن با معاویه معنا نمودند معظم الله در ادامه تاکید فرمودند در هر صورت ما باید به الفاظ حدیث اگر قیام کنند و اگر بنشینند دقت کنیم که امام حسن علیه السلام اراده نبرد با معاویه را کردند اما به دلیل یاری نکردن همراهان به نتیجه نرسیدند و نشستند اما امام حسین علیه السلام قیام کردند و جاودانه شدند ایشان در ادامه تاکید فرمودند آنچه توسط حضرت سید و شاهده صورت گرفت قیام بوده است و در زیارت ما حسین علیه السلام از لفظ سائر استفاده شده و سوره هم در عربی به معنای انقلاب است البته این قیام همچون انقلاب های متعارف در دنیا نبوده است و بلکه به معنای انقلاب حقیقی بوده است لذا فرمودند من طبق سیره و روش جدم رسول خدا و پدرم امیر المومنین صلوات الله علیه ما عمل كردم با هم فرمایشات الله شیرازی را ببینیم و بشنویم. هو نحن لازم الفاظ المعصومين عليهم السلام نفس الالفاظ نشوف ابعادها وظلالها قام او قعد يعني قام احدهما وقعد الاخر ليش نروح الفاظ ثانيه وحتى ابعادها تختلف وظلالها يختلف عن الفاظ المعصومين أي. اي نعم 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 الفرق بين الفقيه والامام المعصوم ان الامام لا يخطئ الفقيه مو معصوم ممكن يخطئ